شمال امامزاده بوکانی، فعال سیاسی ما رو همراهی میکنه. خیلی خوش آمدین آقای امامزاده. دو برادر و خواهرزاده شما هم جزو این 8 نفری هستند که در بوکان روبوده شدند. این 8 نفر به چه بهونه‌ای، با چه شکلی بازداشت و روبوده شدند؟ بیشتر برامون توضیح بدید. با سلام به شما و بینندگان اینترنشنال، لازمه عرض کنم که در تاریخ 26 فروردین 1402 تقریبا اوایل ظهر بوده که با چند تا ماشین پر از نیرو و به گونه ای که ایجاد رعب وحشت کردن در منطقه به منازل برادران و فرزانده بنده ریخته و با قرارداد کیسه بستر آنان آن را دستگیر کرده و در جلو عموم امام با طور شخصیتی و همونطور که گفتم ایجاد رعب وحشت آنان را به وزارت اطلاعات بردن در بوکان. قبلا هم بعد از چند روزی تا اونجایی که بنده مطلع هستم به ارومی انتقال دادن و در اونجا زیر شکنجه های مختلفی قرار گرفتن و در زندان انفرادی به سر میبرن. از وضعیت فعلی برادر و خواهرزادتون که توضیحی دادید، از زمان بازداشت تماس دیگه ای داشتن باهاتون؟ با بنده نخیر، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم و در برادر بزرگم و خواهرزادم تونستن یه بار با تماس تلفنی با خانواده تماس برقرار کنن، یه بارم تونستم اونا رو ملاقات کنم، اما یه ملاقات 5 دقیقه‌ای بوده. اما چیزی که قابل توجه اینه که هنوز از سرنوشت برادرم ابوبکر امامزاده هیچ اطلاعی در دست نیست، نه به ما میگن در کجا بازداشته و نه تماس داشته و نه ملاقاتی داشته. حتی تا به حال هم اعتراف نکردم به دستگیری ایشون، ولی ما مطمئنیم که جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر اطلاعات ایشون هم دستگیر کردن. اما متاسفانه هنوز هم اون چیزی که واسه ما جای سوال تفهیم اتهام نشدن که ما بتونیم از لحاظ قانونی و از هر لحاظ که قانون اساسی در داخل ایران به این حقوق رأی داده، ما بتونیم دنبال پرونده آنها رو بگیریم و از لحاظ قانونی بتونیم از اونها دفاع. ولی متاسفانه دیگه همان چی گفتم، از برادر ابوبکر امامزاده هنوز اطلاعی در دست نیست. آقای امامزاده، در گزارش هم اومده که این شهروندان در بازداشتگاه شکنجه شدن، در این مورد چیزی میدونین؟ مطمئنا نه اینکه برادران اون 8 نفری که دستگیر شدن تنها اونها شکنجه شدن. هر کس و هر فعال سیاسی یا مدنی که بخواد بر اطلاعات و بعد دستگیری شکنجه میشه و تا اونجایی که بنده هم اطلاع دارم که 100% هم از اطلاعات بنده که بله شکنجه شدن و شاید بگم که چندین انگوش و کتف یکی از دوستان ما رو شکستن و با تهدید به تجاوز اونا اعتراف اجباری کردن که ما متاسفانه همانطور که اشاره کردم تا حالا نتونستیم که از لحاظ قانونی به این اتهام رسیدگی کنیم و بتونیم حقیقتا از اونها دفاع کنیم. بله شکنجه شدن، متاسفانه خیلی هم به شدت شکنجه شدن و تهدید به تجاوز کردن. متاسفم و ممنون از همراهی شما. شمال امامزاده بوکانی، فعال سیاسی.